لحظاتی پیش نخست وزیر کانادا سخنرانیش رو به پایان برد درباره این سانحه. به گفته جاستین ترودو، اطلاعات این کشور و متحدانش نشون میده که هواپیمای مسافربری اوکراین بر اثر شلیک موشک سقوط کرده، اما هنوز برای نتیجه گیری قطعی زوده. جاستین ترودو از ایران خواست به کارشناسان کانادایی فوراً دسترسی بده تا در تحقیقاتی جامع درباره حادثه شرکت بکنند. اطلاعاتی از منابع مختلف، همپیمانان و همچنین منابع اطلاعاتی خودمان در دست داریم که نشان می‌دهد هواپیما بر اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایران سقوط کرده. کاملا ممکن است که این اقدام غیرعمدی بوده باشد. این اطلاعات جدید لزوم تحقیقات کامل در این باره را بیشتر می‌کند. کانادا در حال همکاری با متحدان خود است تا تحقیقات کاملی در این مورد صورت گیرد و مشخص شود علت سقوط مرگبار این هواپیما چه بوده است. همانطور که دیروز هم گفتم، کانادایی‌ها سوال‌هایی دارند که باید به آنها پاسخ داده شود. بخشی از صحبت‌های جاستین ترودو رو شنیدید. در ارتباط مستقیم هستیم با حسین معینی، دوباره خلبان هستنشون از اوکراین، از کیف با ما در ارتباط مستقیم هست. آقای معینی، همراه برنامه ما بودید، چقدر اگر میشه توضیح بدید که چقدر این احتمال قوی، احتمال برخورد موشک با این هواپیما؟ این احتمال هم به اندازه همه احتمالهای دیگه که وجود داره هست. در اوکراین در جوی که بود، نه امروز به خاطر حرفایی که حالا جناب ترامپ یا آقای ترودو زدن، دیروز این بحث بود از صبح که این هواپیما با راکت زده شده، اما چون هنوز اطلاعات کافی ما نداریم، نه از جعبه سیاه، نه از وایس رکوردر کاکپیت خلبان ها که بتونیم بفهمیم چه اتفاقی افتاده، 100% هیچ احتمالی رو نمیشه گذاشت. اما این احتمال از دیروز بود و میدادن و خیلی‌ها به دلایل مختلف میگفتن که این اتفاق احتمالاً افتاده. به خاطر اون ویدیویی که منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی، اون ویدیو رو شما دیدین، شما به عنوان خلبان برداشتتون از اون ویدیو چیه؟ در مورد ویدیوی اولی که هاپوندش میافتاد، اگه منظورتون هست. بله بله. ببینید، من امروز شنیدم که میگفتن هاپون داشته برمیگشته به سمت فرودگاه، اما واقعا تو اون ویدیویی که من دیدم، اگر هاپون کنترلش رو از دست داده، معلوم نیست هاپون به کدوم سمت داشته میرفته، چون که هاپون کنترلی نداشته. و اون ویدیویی که من دیدم، هاپون داشت یعنی به سمت خاصی نمیرفت، یعنی کنترلی رو هاپون نبوده. برای همین در مورد بحث دیگه هم که هست، ما در مورد فرودگاه تهران یه انجین اوت پروسیجر خاصی داریم که وقتی برای موتور هواپیما مشکلی پیش میاد، ما باید با این انجین اوت پروسیجر رو انجام بدیم و این یه مسیر خاصی رو ادامه بدیم که از کوههای اطراف تهران دوری کنیم، به خاطر اینکه ممکنه به کوه با یک موتور قدرت هواپیما کمتر میشه. و اونجایی که هواپیما افتاده، هواپیمای ما حتی این انجین اوت پروسیجر هم دنبال نکرده، این توی خلبانا نرفتن دنبال اینکه این انجین اوت پروسیجر وقتی که موتور هواپیما دست میده این کار رو انجام بدن، و هواپیما یه جای دیگه افتاده و یه مسیر دیگه به نحو دیگه افتاده. برای همین خیلی سوالای خیلی زیاد سوال هست، اما نمیشه 100% گفت چه اتفاقی افتاده تا موقعی که شفافیت نباشه و واقعا یه گروه مستقل جعبه سیاه و آنالیز نکنن، قطعاتی که از هواپیما هست آنالیز نکنن. این یک چیز روال عادیه، معمولا هر جای دنیا هر اتفاق سوانه اینجوری که اتفاق میفته، کشوری که صاحب هواپیما هست، شرکت سازندش و اون کشوری که هواپیما توش افتاده به دلیلی، حالا یک کمیسیون تشکیل میدن و همه میتونن تو این مسئله شرکت کنن. آقای معینی، یه مسئله دیگه، سوال دیگه که الان برای من به وجود اومد اینه که خب در خیلی اوایل وقتی که ما فهمیدیم که هواپیما دچار سانحه شده، اعلام شد که یکی از موتورهای هواپیما آتش گرفته و از کار افتاده، و بعد گفته شد که در واقع خلبان ارتباطش قطع بوده با برج مراقبت. چقدر با توجه به اینکه همونطور که شما اشاره کردین هنوز جعبه سیاه بررسی نشده، هنوز ما اطلاعات درستی نداریم، چقدر میشه که احتمالش باشه که از اون ابتدا بشه تشخیص داد چه اتفاقی برای هواپیما افتاده؟ ببینید،
بعضی شرایط بعضی وقتا پیش میاد که تشخیص راحت تره، اما واقعا حادثه که در تهران افتاده سوال ها بیشتر از جواب هاست. هواپیما 8000 پا ارتفاع گرفته اسد دریا، یعنی این ارتفاعی نبوده که هواپیما باید می افتاده با حتی با انجین فیزر، چون که فیز مهم پرواز موقع تیکاف همون 2000-3000 پای اوله. وقتی شما 2000-3000 پا ارتفاع گرفتین، حالا بعد از اون حتی موتورتون هم از کار بیفته، زیاد نباید مشکل خاصی در کنترل هواپیما و ادامه پرواز وجود داشته باشه. از یه برای دیگر هواپیما توی ویدیوهایی که هست آتیش گرفته. من دیدم امروز توی اینترنت داشتم میام کردم، کسایی بودن که میگفتن دوم هواپیما، بال هواپیما آتیش گرفته و من واقعا نمیفهمم، چون که موتور هواپیما حتی اگر آتیش بگیره ما سیستمایی داریم که موتور خاموش میکنه. کلا موتور هواپیما تو هواپیمای بوئینگ و تمام هواپیمای امروزی دنیا تعبیه شده برای اینکه حرارت زیاد رو بتونه کنترل کنه. حرارت عادی، ماکسیمم حرارتی که الان میتونیم عادی توی هواپیمای بوئینگ داشته باشیم تا 950 درجه سانتیگراده و این یعنی موتور هواپیما آتش سوزی، حتی موتور هواپیما نباید به این زودی به بدنه هواپیما ارسال پیدا میکرده، یعنی انتقال پیدا میکرده و اینکه دوم هواپیما میسوخته یا مثلا جاهای دیگه هواپیما میسوختن. یعنی خیلی سوالی هست که شاید دلایلشون هم باشه وقتی ما به جلسه‌ها دست پیدا کنیم و اطلاعات دیگه به قطعات هواپیما دست پیدا کنیم، شاید واقعا جوابایی داشته باشن همه اینا، اما فعلا هیچ جوابی رو واقعا من ندارم و دیدم دوستان دیگه بودم که صحبت می‌کردم، با خلبانای دیگه صحبت می‌کردم، واقعا برای همشون خیلی سوالا هست که بی جوابه و ما نمیتونیم فعلا بهشون جواب بدیم تا اطلاعات دقیق‌تری نشه باشیم. بله، ممنونم از شما حسین معینی خلبان از کیف. با بابک تقوایی الان با ماست، نویسنده و پژوهشگر دفاعی و نظامی، از روی خط تلفن از یونان در واقع ایشون با ما هستند. ممنونم آقای تقوایی که پیوستید به برنامه ما. اگر ممکنه اول از احتمال خطا در سیستم پدافند هوایی برامون توضیح بدید. بله، خدمت شما عرض بکنم که خب آن تصاویری که حالا در فضای مجازی از منطقه سقوط هواپیما منتشر شده و به خصوص تصاویر لاشه موشک‌های 9M331 سامانه تورنیه که نیروی هوافضای سپاه پاسداران که حالا گفته میشه این موشک‌ها در سقوط این هواپیما دست داشتن و از یک پایگاه این نیرو در نزدیکی شهر پرند شلیک شدن، ما میتونیم بفهمیم که خب این موشک‌ها احتمالاً در این سانحه دست داشتن، یعنی باعث سقوط این هواپیما شدن. و خب برای احتمال خطا ببینید، ما سالهای سال هستش که از جنگ گذشته و خب در طول جنگ تحمیلی خب یک سری تجاربی کسب شد و در جریان اون تجارب خب در اون زمان یک سری از سامانه‌های پدافندی ایران خب به طور اشتباهی یکی از هواپیماهای نیروی هوایی ارتش رو مثلا در اهواز یا در امیدیه مورد اصابت قرار دادن و بنابراین در سالهای اخیر یک سامانه صلاح هم بهش میگن C4IR در کشور هستش. این سامانه کنترل و فرماندهی پدافند هستش و این سامانه تقریبا میشه گفتش که به گونه عمل میکنه تا جلوی این گونه سوانه رو بگیره، یعنی به طور حالا اشتباهی اگر هواپیمای خودی باشه، حالا چه نظامی چه غیر نظامی، توسط سامانه‌های پدافندی در اقصا نقاط کشور ساقط نشن. ولی خب اگر حمله سایبری در اون لحظه رخ داده باشه، مشابه آن چیزی که گفته میشد در سال گذشته خب رخ داد برای این سامانه، ممکنه باعث شده باشه که این هواپیما به خاطر یک اشتباه ساقط شده باشه و اون سامانه طور M1 سپاه پاسداران که مستقر در یک مرکز تحقیقات فوق سری سپاه پاسداران در پرند بوده، این هواپیما رو به طور اشتباه ساقط کرده باشه. و خب ما اگر نگاه بکنیم این هواپیما درست تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود 3 دقیقه یا 4 دقیقه بعد از تیک آف این هواپیما درست داشته به سمت این مرکز تحقیقات پرواز میکرده، یعنی داشته به سمت، و خب احتمالش خیلی زیاد بوده که این رو اشتباه گرفته باشن و این هواپیما رو
حالا ساقط کرده باشه. آقای تقوایی، از طرف دیگه وقتی که میدونین این خبر منتشر شد، خبرگزاری فارسی مطلب مفصلی نوشت و توش در واقع نوشته بود که این پروازها، لیست تک تک پروازهای تجاری و مسافرتی از مرکز کنترل ترافیک هوایی کشور اعلام میشه به مرکز پدافند هوایی ایران و احتمال خطا وجود نداره و در واقع اشاره کردم به اینکه سرعت و مشخصات هواپیمای مسافرتی با هواپیمای جنگی فرق داره و در نتیجه احتمال اینکه پدافند هوایی اشتباه بکنه و به اشتباه به این هواپیما شلیک کرده باشه وجود نداره. به نظر شما، یعنی شما چه توضیحی دارین بدین به این صحبت‌ها به عنوان متخصص؟ خدمت شما عرض بکنم که در سال گذشته به خصوص در سوریه، خب سامانه پدافند هوایی سوریه هم خب همین سامانه تورم 1 و تورم 2 رو در اختیار داره و ما شاهد بودیم که نیروی هوایی اسرائیل با عملیات جنگال اهداف کاذبی ایجاد میکرد برای سامانه های تورم 1، مخصوصا بر فراز دمشق، که این سامانه ها خب موشک هاشون رو به سمت این اهداف شلیک میکردن، ولی خب تا حالا پیش نیامده بود که این بحث فرندلی فایر درست مشابه آن چیزی که در ارمنستان برای 330 نیروی هوایی ارتش در اوایل تقریبا سال 1373 یا پیش از اون بود رخ داد، در این در حتی سوریه رخ بده. ولی خب ممکن بوده که این سامانه تور ام 1 که حالا اونجا هستش یک سامانه پدافند کوتاه بردی هستش که نیروی هوافضایی سپاه داره و مشابه با سامانه های پدافندی پداجا که خب برای ارتش هستن و اونها بیشتر به شبکه پدافندی خود ارتش یعنی نزدیکتر هستن و خب اونها راحت‌تر میتونن اطلاعات رو دریافت بکنن، مستقل‌تر هستش اون سامانه تور ام 1 که حالا اونجا هستش و حدود 4 یا 5 نفر خدمه داره و خب احتمالش بوده که اینها خب خیلی دست پاچه شده بودن و فرصتی هم نداشتن و خب این هواپیما اون لحظه داشته از اون محل عبور میکرده و با توجه به اینکه چند ساعت قبلش هم یک اعلام وضعیت جنگی شده بوده، حالا تمام سامانه‌های پدافندی در حالت آماده باش بودن و اون پایگاهی هم که اینها مستقر بودن و ازش دفاع میکردن، یکی از مهمترین مرکزهای تحقیقات سپاه خواستگاران هستش که در اونجا موشک‌های بالستیک رو توسعه میدن و قبلا خب یک اتفاقی هم افتاده بود و اونجا یک انفجاری رخ داده بود و آقای تهرانی مقدم کشته شده بودن نزدیکی اونجا. اینها این نگرانی براشون وجود داشته و شاید لحظه که میخواستن این اقدام رو انجام بدن، حالا یک پارازیتی بوده و یک حمله سایبری بوده، اینا نمیتونستن از حالا کسب اطلاع بکنن از مقر فرماندهی خود نیروی هوافضایی سپاه پاسداران یا حتی از فرماندهی پدافند نیروی هوافضایی سپاه پاسداران که بعد از اون باید روند برسه به خود قرارگاه خاتم الانبیا، یعنی قرارگاه پدافندی خاتم الانبیا از طریق شبکه C4IR، یعنی تمام اینا تو مسیر هستش، تمام اینا باید برسه که اینها دیگه اجازه رو بگیرن و این موشک رو شلیک بکنن. حالا ممکنه که ما میتونیم بگیم ممکنه یک حمله سایبری بوده باشه یا حمله سایبری هم نبوده، اینها آتش به اختیار بودن با توجه به اینکه اون سایت بسیار اهمیت داشته و ازش داشتن محافظت میکردن و اقدام به شلیک حالا دو تیر یا تعداد بیشتری از موشک‌های زمین به هوای 9M331 کردن از اون سامانه تورم 1شون. مسئله دیگه که مطرحه این هستش که بالاخره این خبر از جانب پنتاگون اعلام شده و پنتاگون هست که اعلام کرده که از طریق تجهیزات ماهواره‌ایش آمریکا تونسته ببینه که موشک به سمت این هواپیما احتمالاً پرتاب شده. آقای ترودو هم در سخنرانیش اشاره کرد به اینکه شواهدی وجود داره که نشون میده که با موشک به این هواپیما حمله کردن. این شواهد مشخصا فکر میکنید چه میتونه باشه با توجه به اینکه هنوز ایران جعبه سیاه رو باز نکرد، هنوز بهش رسیدگی نشده؟ به نظر این شواهد مشخصا چی میتونن باشن؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که تنها دقایقی پس از وقوع این سانحه یک سری از مقامات به خصوص از سازمان هواپیمای کشوری به دروغ مدعی شدن که این هواپیما به خاطر آتش‌سوزی در موتورش دچار سانحه شده. وقتی که ما تصاویری که خبرگزاری‌ها از محل سانحه منتشر کردن رو دیدیم که موتورهای هواپیما هیچ اثر سوختگی درونشون دیده نمی‌شد. خب این خودش شک برانگیز بود. بعد از اون تقریبا حدود 12 ساعت یا 18 ساعت بعد از اون سانحه بود که اولین تصویر یک لاشه موشک 9M331 که گفته میشد در نزدیکی پرند در مقابل خونه یکی از مردم پیدا شده بود
در فضای مجازی منتشر شد توسط یکی از اکتیویست ها که حالا من میشناسم اون فرد رو، منتشر شد و پس از اون هم عکس دومی از اون از همون موشک منتشر شد. و خب ما یک سری فیلم هایی هم دیدیم که حالا اگر فرضیه رو بگیم که این هواپیما به خاطر انفجار در مخزن سوختش سقوط کرده باشه، اگر حالا بگیم شبیه پرواز TWA 800 بوده، این هواپیما یک نقشی در مخزن سوختش داشته، خب این هواپیما قاعدتا بعد تکه تکه میشد در آسمان، یا حتی اگر بمبی درونش بود مثل سانحه لاکربی، با توجه به اینکه خب این هواپیما داشته پرواز میکرده و در ارتفاع 7500 پایی بوده، خب نزدیک بوده اینکه سامانه پرشرایزش اکتیو بشه. خب قاعدتا حالا تمام اینا رو بزنیم کنار، هم پر سوخت هم بوده، خب تکه تکه میشد. ولی هواپیما فیلم ها نشون میده که هواپیما کامل بوده وقتی که داشته میومده بخوره به زمین، و حتی حدود 120 الی 180 درجه هم بانک میزنه، یعنی دور خودش میچرخه. اگر این هواپیما منفجر شده بود در آسمان به خاطر انفجار در مخزن سوخت، تکه تکه شده بود، یعنی هیچی قطعاتش میریخت زمین. ولی این هواپیما قشنگ نشون میده که کامل مشتعله. حالا اگر ما بگیم به فرض که موتورهاش هم ما ندید بگیم که اینا نسوختن، و اون حالا بگیم که اون عکس‌های لاشش رو هم ما در نظر نگیریم، هواپیما دو تا موتور داره، اگر یک موتورش فیل بشه با موتور دوم میتونه به پروازش ادامه بده. ولی خب کاملا تمام دلایل و شواهد نشون میده که به احتمال بسیار زیاد و تقریبا کامل این هواپیما حالا به اشتباه توسط سامانه پدافندی ساقط شده و این اتفاق براش افتاده. ممنونم از شما بابک تقوایی، پژوهشگر دفاعی با ما. باید اشاره بکنم که اوکراین هم خواهان دسترسی به مکان حادثه شده، مکان سانحه شده، و خواسته درباره این اطلاعات تحقیق بکنه تیم خودش. از طرف دیگه نخست وزیر کانادا لحظات پیش صحبت کرد و گفت اطلاعات این کشور و متحدانش نشون میده که هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران بر اثر شلیک موشک ساقط شده. جاستین ترودو گفت که البته ممکنه که این اتفاق کاملا غیر عمدی بوده باشه. او همینطور گفتش که لازمه تحقیقات جامعی در این باره صورت بگیره و ایران امکان حضور کارشناسان کانادایی در این تحقیقات رو فوراً فراهم بکنه. عده‌ای کانادایی در این حادثه جانشون رو از دست دادند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم ابراز امیدواری کرده که مقام‌های ایرانی جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده رو در اختیار تیم‌های بررسی کننده قرار دهند. دست کم 10 مسافر این هواپیما شهروند افغانستان بودند.